همیشه دنبال کسی بودم که درونن در برابرش احساس کوچیکی کنم، شخصیتا احساس کوچیکی کنم، احساس کنم که چقدر این وجود من رو تسخیر میکنه. مثلا برای همین بود که هیچ وقت هیچ ظاهر قشنگی منو تحریک نمی کرد. در هیچ برهی از زندگیم من از ظاهر هیچ مردی تحریک نشدم و همیشه شخصیتش درونش بود که اون وجود منو تکون می داد و حتی باعث می شد که من جسمن سراغش برم. این رابطه خیلی فرق میکنه با اینکه ما به سکس یه جور دیگه ای برخورد کنیم. تو فکر کن یک مردی که صورتش مثلا تصادف شده، مثل همین بچه ای که الان شما عکسش رو میبینید، یه کسی تو الان باز تو گروه ما بچه هایی بودن که خب فکشون تو تصادف نمیدونم از بین رفته یا دفرمه شدن، یکی از چشمش نابیناست و ده ها هر کسی یه مشکلی داره، یکی نمیدونم پاش میلنگه، یکی چاقی بی حد و حسری داره، یکی نمیدونم فلان فلان فلان، هر کدوم از اینها. جامعه ما اینا رو چیکار میکنه؟ از ما به یه نوع القاء مدلی رو به ما القا میکنه و میگه که این مدل مورد پسنده و ذهنا رو میشوره، شستشوی مغزی میده، آدما ناخودآگاه دنبال اون مدل میرن، دماغشون، لباشون و و و فرم موهاشون، فرم لباساشون، فرم غذاهاشون، فرم مهمانیاشون، فرم ماشیناشون، فرم همه اینها شستشوی مغزی شده و مثل مهره های خیمه شب بازی، مثل اون کسایی که تقلیدوار از خودشون چیزی ندارن، این آدم شخصیتا نمیتونه تو رو تحت تاثیر قرار بده چون خودش مهره ایست از این جامعه، حرف جدیدی نداره، کار جدیدی نداره، دستی بالای دستی اون هست. اگه یکی انگشتر نمیدونم 10,000 یورویی داره، یکی دیگه ای هستش که انگشتر 20,000 یورویی داره. پس این حرف جدیدی نداره، یه چیز نوعی نداره که تو رو بتونه شخصیتا تحت تأثیر قرار بده. خب من میدیدم تحریک نمیشم، من میدیدم طرف میمد میگفتش که تو کتاب سیبا اینجا، اون موقع 17 سالم بود کتاب، یه دختر 16-17 ساله بودم دیگه که اون خواستگارم میاد یه ما ماشین اون زمان دنده اتوماتیک و نمیدونم چی و چی و چی، اصلا میدیدم برام جذابیت نداره. گفتم خیلی خوب ماشین فلان بهمای. بعد پدر بزرگش که وقتی بعد از که من بالاخره تونستم نه بگم، پدر بزرگش گفته بود این دیگه کلیدش در من مسئله رو حل میکنم، من حتما این یه چیزی یه کاری میکنم که این دختر امکان نداره نه بگه. بعد با یک دستبند الماس میاد سراغ من که تا اینجا که آورده بود بیرون، میگم بذار پایین، اصلا نمیخوام ببینمش. به مرور زمان اینا برای من تغییر کردن و بعد من میدیدم آدم ها دیگه برای من اون زیبایی که جامعه به من القا میکنه نداره، اون خوشتیپی که مثلا خوشتیپ میگفتم خیلی قشنگی، خیلی خوشفرمی، خیلی لباست خوبه، ولی درون منو تکون نمیداد. میخوام بگم شخصیت من همیشه در حتی اون احساسات جنسی من، موقعی که احساس میکردم که کسی وجود من رو تکون میده، یعنی حتی خیلی هاشم برای خودم ناشناخته است، ولی یک چیزایی رو در درون من ایجاد میکنه که من نداشتم و بعد این رفعه من در مقابلش احساس کوچیکی میکنم، احساس نیاز میکنم و این قشنگه ها. معیارات که تغییر بکنه در زندگی،
دیگه معیارای تو معیارای سطحی نیستن که یه پسری اینجوری باشه که ماشین فلان داشته باشه، یه پسری باشه که نمیدونم تیپ کیر بزرگ داشته باشه، یک پسری باشه فلان باشه. دیگه اون وجود تمام شمولش هست. یه دفعه میبینی اصلا طرف خیلی هم با اون ملاکای ظاهری که مردم ما یا تو جامعه ما به ما القا شده خیلی تفاوت داره، ولی به دلت میشینه، چقدر دوستش داری، چقدر احساس میکنی که اصلا حتی خالای صورتش رو دوست داری، که موهای نداشتش و سر کچلش رو دوست داری، اصلا بوی بدنش رو دوست داری و همه چیزش برای تو قشنگ میشه.